رئیس اجرایی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در میدان هوایی از سوی والی و مسئولین ادارات محلی و بزرگان اقوام با اهدای گلدسته ها توسط اطفال خودسن و قطعه تشریفات مورد استقبال قرار گرفتند. دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در مقر جلسه نظامی شرکت نمود. در این جلسه غلام ناصر خازر والی غور وضعیت امنیتی را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد و گفت با اثر شهامت و دلیری نیروهای دفاعی و امنیتی و خیزش‌های مردمی دشمنان مردم افغانستان از ولسوالی تیوره بیرون رانده شد و اکنون حاکمیت دولتی در آن ولسوالی تامین است. والی غور کمبود تشکیل پلیس ملی و محلی را از جمله چالش‌های امنیتی عنوان کرد و خواهان ازدیاد در تشکیل نیروهای امنیتی و پلیس محلی شد. وزرای صحت عامه، معارف، انکشاف دهات، وزارت دولت در امور حوادث طبیعی، معینان وزارت انرژی، آب و برق، اداره مستقل اردنهای محل و تامینات ریاست امنیت ملی و مشاورین ریاست اجرایه وکلای مردم غور در مجلسین پارلمان همراهی می کردن. محفلی که به افتخار هیئت عالی رتبه دولتی در سالن عمومی جلسات مقام ولایت دار شد، غلام ناصر خازر والی غور به نمایندگی از اداره محلی سفر رئیس اجرایه را در غور خیر مقدم گفت. وی افسود مردم غور موافقت های در درازنای تاریخ داشتند، هنوز هم مردانه میرزمن و در کنار دولت قرار دارند. والی غور مشکلات و کمبودی های مردم غور را در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برشمرده گفت. مردم غور در 5 عقرب سال 1395 تجربه تلخ و ناگواری را پشت سر گذاشتند که بیش از 30 تن عزیزان خود را شهید و زخمی دادند. تا کنون قاتلین این جنایت به کیفر اعمالشان نرسیدند. ساختمان بند برق پروژه هنوز در حال ابهام قرار دارد. خطوط مواصلاتی غور که از نگاه اقتصادی اهمیت خاصی دارد هیچ توجه نشده. شبکه های آبی، آشامیدنی، زراعت قدیمی بدون رونق، ده ها مشکل دیگر است که مردم غور به آن مواجهند. توجه نشده، خواهان رفع مشکلات جهت بهبودی امور شد. الحاج فضل حقسان رئیس شورای ولایتی به نمایندگی از مردم، محمد وزیر نورانی به نمایندگی از جوانان و جامعه مدنی، مولوی اسمت الله ندیم به نمایندگی از علما، هاجره بشری به نمایندگی از زنان ضمن قدردانی از سفر به موقع رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی روی نیازمندی ها و مشکلات مردم غور، توقع غوری ها از سران حکومت وحدت ملی، وعده های مسئولین حکومت وحدت ملی در جریان کمپاین های انتخاباتی و سفرهایشان در غور صحبت نموده گفتند. غوری ها در فقر و محدودیت بیمیری دولت قرار دارند، در مشارکت سیاسی سهیم نیستند، از انکشاف متوازن برخوردار نشدند، خطوط مواصلاتی تخریب شده، عدم دسترسی به آبهای زراعتی و آشامیدنی به سرنوشت ما عجین شده. سید نادرشاه بر نماینده مردم در شورای ملی، محمد داوود قفاری نماینده مردم در مشران و جرگه در صحبتهایشان از هیئت عالی رتبه دولتی خواستند تا بسته های پیشنهادی مردم غور به منصه تطبیق عملی قرار داده، عمل را بر حرف ترجیح دهند. سپس وزرای معارف، صحت، انکشاف دهات، آب و برق، اداره مستقل ارگانهای محل، رسیدگی به امور حوادث طبیعی، پلانها و برنامه‌های کاریشان را در غور بیان داشته گفتند. در سال جاری برای بهبود کیفیت معارف 36 میلیون افغانی، برای تطبیق برنامه میثاق شهروندی در 3 ولسوالی 1 میلیارد افغانی، برای رسیدگی به امور حوادث طبیعی 20 میلیون افغانی تخصیص داده شده است تا در پروژه های انکشافی در نظر گرفته شود. ایجاد واحد اداری مرقاب را از جمله اولویت های کاری عنوان کردند که تحت دوران قرار خواهد گرفت. سپس دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی ضمن اعتاف دعا بر روح شهدای مردم افغانستان خطاب به ملت غور نموده گفت ما امنیت را در جلسه امنیتی مورد بحث قرار دادیم، رای حل ها سنجیده شده، سعی به عمل می آوریم تا نیروهای امنیتی تجهیز شوند و پلیس محلی تقویت گردد. در بازگشایی معاصره اقتصادی دو ولسوالی در غور توجه صورت می گیرد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفت
آنچه را ما به مردم غور وعده دادیم الحق که نتوانستیم انجام دهیم. در مورد سرک غور کارهای صورت گرفته، از طرف شرق و غرب کار جریان دارد اما کفایت کننده نیست. با وزارت فواید عامه، کمیته ملی تدارکات در تصمیم گیری های سطح حکومت مجددن شریک ساخته تا سرعت عمل به میان آید. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در پاسخ به سوال یک تن از اشتراک کنندگان در مورد کنکاری عملیات بالای حراس افکاران در ولسوالی تیوره گفت کشور عزیز ما در شرایط فعلی نابسامانی های زیادی دارد. در چند نقطه همزمان عملیات های هوایی جریان داشت، با آن هم توانستیم مدیریت درست با مسئولین محلی داشته باشیم. رئیس اجرایی افغانستان به مردم غور اطمینان داد که در بودجه نیمه سال و در سال 1397 پروژه برق سولاری را در نظر می گیریم و 5 میگا برق سولاری دیگر را در برنامه می گنجانیم. در اخیر رئیس اجرایه از کماندانان جهاد و مقاومت، بزرگان قوم، مسئولین محلی به خصوص والی غور اظهار خرسندی نموده که در تامین امنیت و وضعیت عمومی غور مدیریت خوبی کردند. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی به منظور دلجویی و ابراز تسلیت و همدردی به بازماندگان شهدای سقوط ولسوالی تیوره و قدردانی از شهامت و دلیری خیزش‌های مردمی در حاشیه دیدار به ولسوالی تیوره رفت و هیئت همراهشان در ادارات مربوطه نشست‌های کاری را انجام دادند. روی مشکلات، پیشنهادات، کمبودی‌ها بس و مذاکره نموده به منظور بهبود حکومتداری خوب تصامیم لازم اتخاذ نمودند.